سبت های کالای رایگان بخشی ناچیز از دستمزد پرداخت نشده کارگران است. در این روزها مسئله افزایش حداقل دستمزد از بحث های داغ در جامعه و خانواده های کارگری است. در چنین شرایطی دولت جنجالی تبلیغاتی پیرامون دادن دو سبد کالای مجانی به بخش کم درآمد جامعه را انداخته است. بر طبق این طرح که در بیستم آذر ماه سال 92 به تصویب مجلس رژیم رسید قرار بود روز 13 بهمن ماه یک بسته و در اسفند نیز بسته دوم توضیح شود وزارت صنعت معدن و تجارت با انتشار اطلاعیهای در روز 11 بهمن 92 اعلام کرد که تنها مستمری بگیران و کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با حقوق زیر 500 هزار تومان مشمول این طرح میشوند. به این ترتیب 13 میلیون نفر از فهرست گیرندگان سبد کالایی محروم خواهند بود. این تعداد در برگیرنده دست کم 8 میلیون کارگر بیمه شده و 5 میلیون کارگر بیمه نشده است. سبد کالا اقلام ناچیزی را در بر می گیرد و شامل 10 کیلو برنج، 3 لیتر روغن مایع، دو بسته پنیر، چهار کیلو مرغ و یک شانه تخم مرغ است. در سایه تبلیغات پیرامون این مواد اخبار گوناگونی از گرانی حاملهای انرژی و قیمت آب در رسانه های رژیم به عنوان بخشی از فاز دوم حضب یارانه ها پخش شده است. گران شدن این اقلام به طور مستقیم و غیر مستقیم روی سطح زندگی کارگران و مردم کم درآمد تأثیرات مخرب خواهند داشت. در نخستین اعلام ها از بازنشستگان تأمین اجتماعی، کارگران و دانشجویان متحل به عنوان گروه های شامل سبد حمایتی نام برده شد. در مقاطع بعدی عنوان شد که بازنشستگان تأمین اجتماعی از دریافت مرحله اول این سبد ها محروم هستند. دولت اعلام کرده است که این کاله های رایگان به خاطر دهه فجر در میان اقشار کم درآمد توضیح خواهد شد. سبد کالاهای رایگان قسمتی ناچیز از دستمزد کارگران است که توسط حکومت اسلامی و سرمایداران بخش خصوصی به وقت خودش پرداخت نشده و اکنون به عنوان بخشش به آنها بازگردانده می شود. کارگران طبعا این کاله ها را به عنوان حق و بخشی از دستمزد پرداخت نشده خود دریافت خواهند کرد. آنها در همان حال فراموش نخواهند کرد که در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی هرگز سطح دستمزدها به نسبت تورم افزایش نیافته است و در تمام این مدت طبقه کارگر و بخشهای وسیعی از اخشار محروم جامعه زیر خط فقر زیستهاند مسئولین ضد انقلاب جمهوری اسلامی که این روزها دهه فجرشان را برگزار می کنند به شدت از خیزش کارگرانی می ترسند که به شدت از این رژیم سرمایهداری و دیکتاتوری هار نفرت دارند. سران رژیم که به دلیل تحمیل زنستیزی، فقر بیامان، اعتیاد چند میلیونی، نومیدی نسبت به آینده، آواره کردن چند میلیون کودک خانواده های کارگری در خیابانها و مسائب مشابه از فوران آتش خشم این توده های عظیم در وحشت هستند، نمی توانند با پخش چند قلم کالای ناچیز کسی را بفریبند. کارگران ضمن گرفتن این کالاها مطالبات خود را پیگیری خواهند کرد. آنها مطالبات فراوانی از حکومت سرمایداری اسلامی و بقیه سرمایداران دارند که یکی از آنها افزایش دستمزد است که این روزها مطرح بوده و سالها برای زیاد کردن آن جنگیدیند. دستمزد های کارگران باید یک زندگی مناسب را برای یک خانواده چهار نفری تامین نماید و بدون تکه تکه شدن پرداخت گردد. کارگران آگاه و فعالین کارگری می دانند که سرمایهداران دولتی و غیر دولتی به میل خود زیر بار این خواسته کارگران نرفته و نمی روند. جنگ بین کارگران و سرمایهداران بر سر افزایش دستمزد یک جنگ طبقاتی است که به درازای طول عمر سیستم سرمایداری بین این دو طبقه جریان داشته است. هرگز سرمایدارها دستمزد کامل به کارگران نپرداخته و نمی زیرا سود آنها همان دستمزد نپرداخته به کارگران است. اما کارگران این امکان را دارند که با مبارزات متشکل سهم بیشتری از محصولات و خدمات تولید شده به صورت دستمزد را از کارفرماها بگیرند. کارگران و فعالین جنبش کارگری در دوره های مختلف اشکال گوناگون مبارزه برای افزایش دستمزد را تجربه کرده اند. از جمله در دو سال اخیر جمعآوری تومار و تحویل آن به وزارت کار و مجلس و حتی تحت تأثیر خانه کارگری ها برخی از کارگران رویه قضایی و اقامه شکایت از دیوان عدالت اداری برای افزایش دستمزدهای سال 92 را تجربه کردند. نه مصوبه مزد سال 92 در پی شکایت از دیوان عدالت اداری ابطال شد و نه تومار پاسخ گرفت اما تجربه مبارزات موفق کارگران پتروشیمی و چند رشته دیگر برای افزایش دستمزد با دست زدن به اعتصاب و تعطیلی کار به ما آموخت که مبارزه برای افزایش دستمزدها در شرایط کنونی تنها از کانال مبارزات مستقل کارگران آن هم در شکل اعتصابات و تعطیلی وسیع کارخانه ها و مراکز تولیدی به صورت سراسری امکان پذیر است. مبارزاتی که بر متن آن تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری هم در دستور کار باشد. این امر و مبارزه علیه سرکوب و دستگیری کارگران مبارز از جانب رژیم تنها راه دستیابی به دستمزدی متناسب با سطح واقعی تورم و سبد هزینه های زندگی است. حضور نمایندگان مستقل و واقعی کارگران در نشستهای تعیین دستمزد و فشار مبارزات میدانی کارگران بر دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزدهای سال 93 تنها راه حل است.